آیا جرگه مشورتی صلح چارچوب و میکانیزم گفتگو برای رسیدن به صلح دائمی در افغانستان را مشخص میتونه؟ اعلام آتش بس دو جانبه، زمانبندی بیرون شدن مسئولانه نظامیان خارجی، ایجاد دفتر سیاسی برای طالبان در افغانستان، لغو شورای عالی صلح از موردهای پیشنهادی کمیته های پنجگانه جرگه مشورتی صلح است. اما این پیشنهادها چقدر بود حکومتی دارند؟ تأثیر جرگه بر گفتگوهای صلح با طالبان چه خواهد بود؟ با توجه به اینکه این جرگه در تحریم کلان حوزه سیاست در افغانستان برگزار شد، آیا برگزاری جرگه نشان دهنده کوتاه آمدن حکومت در برابر بازیگران خارجی و داخلی است یا نه؟ نتیجه تلاش های حکومت برای جمع‌آوری دیدگاه مردم افغانستان. ما به همین روایت در جرگه نزدیک بودیم که رئیس جمهور غنی از کارکردهای حکومت ستوده شود و رئیس جمهور در رأس امتیاز کلان برای خودش خریداری کند. چقدر این روایت نزدیک است؟ آیا توافق با صلح ناپایدار اساس کمپاین انتخاباتی برای تیم ارگ است که جرگه آن را برمیتابد؟ آیا حکومت در مخالفت با تلاش های امریکا در حرکت است؟ زلمه خلیلزاد تلاش های میکند تا در ششمین دور گفتگوهایش در قطر طالبان را به آتش بس وادار سازد، اما طالبان میگویند که تلاششان در گفتگوی صلح در پیوند به خروج نیروهای امریکایی از افغانستان متمرکز خواهد بود، آن هم در این دور مذاکرات در قطر. روی این موارد به گونه گسترده در این برنامه صلح بس خواهیم کرد. مهمانان من در این برنامه آقای سید علی کاظمی، سخنگوی و عضو کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح، دکتر عمر صدر، نویسنده و پژوهشگر، و همچنان دکتر کریم پاکزاد، پژوهشگر در اینستیتوت مطالعات بین المللی و استراتژیک فرانسه که از فرانسه با ما وصل هستند. آقای پاکزاد، در آغاز میخواییم از شما این گونه بپرسم: جرگه بیشتر با جنبه سنتی و حتی قبیله‌ای خودش در افغانستان شناخته میشه. آیا جرگه جز گفتمان مدرن سیاسی در افغانستان بوده میتونه؟ نه، به هیچ وجه. شما یادآوری کردین که جرگه سنتی است. ببینین، واقعا هم این جرگه است که از روز ایجاد افغانستان کنونی، یعنی زمانی که در قندهار در ۱۷۴۷ یک جرگه صورت پذیرفت و بعد از مرگ نادرشاه کسی خیست و در این جرگه شاخی گندم به تاج به اصلالونگی احمدشاه دورانی گذاشت و او را پادشاه افغانستان اعلام کرد. بعد از او تمام شاهان افغانستان سعی کردن که نمی رسم و رواج و سنتی که مختص پشنوها بودن اینو باعث یک بنیاد سیاسی در افغانستان پایدار بسازند. از این لحاظ است که از زمان امان‌الله خان به طرف می‌بینیم که تمام قوانین اساسی افغانستان از روی جرگه به حیث یک مرجع بزرگ که مرجع تصمیم گیری مشورتی و غیره می باشه یاد میکنند. ولی ما این جرگی که در زمان شاهی یکی از ارکان مهم سیاسی افغانستان بود، فکر نمی کنم که در وضع کنونی، زمانی که ما از دموکراسی در افغانستان صحبت می کنیم، زمانی که ما از بنیادهای سیاسی که او روی انتخابات آزادانه و شفاف است صحبت می کنیم، یعنی از پارلمان انتخابی صحبت می کنیم، از رئیس جمهور انتخابی صحبت می کنیم، در چنین حالت یک بنیادی که او به طور سنتی توسط افراد تشکیل میشه که حد در اکثر اوقات توسط دولت، هر دولتی که باشه، چی دولت های گذشته و چی حکومت کنونی، تعیین میشن به استثنای یک عده از وکلای انتخابی شورای ملی که به صورت در این لویه جرگه این پارلمان هم قانونیت و مشروعیت کامل نداشت که از مردم افغانستان نمایندگی بکنه. من فکر نمی کنم که چنین بنیادی بتواند با کوچکترین اصل دموکراسی در توافق باشه. ممنون. آقای کاظمی، آنچه از جرگه برای دقیقا روایت حکومت از سال هست که به بیرون میته؟ تشکر شما. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و میمونای عزیز شما. ما بارهایی را مطرح کردیم که حالا خدمت شما کوتاه ای را عرض میکنم که افغانستان خصوصا امروز نیاز
مبرم به صلح داره، نیاز مبرم به گفتگو داره و نیاز بسیار جدی به اجماع داخلی داره. ما صدای صلح از گوشه گوشی از افغانستان میشنیم، از بیرون از افغانستان، از میان مهاجرین میشنیم. جامعه بین‌المللی هم آمادگی دارن که ما را همکاری بکنن در روند صلح و مذاکرات و آشتی اینا. حالا تقسیم اوقات برگشته برای خود ما و شما که این افغان ها چی شاهکار به اصطلاح از خود نشان میدن، آیا در رابطه با اجماع داخلی که صلاحیت خودشان است در این رابطه اینا میتونه قدم های مؤثر برداره یا نه؟ ما بارها عرض کردیم، هم از طریق رسانه وزیر شما هم گفتیم که امروز ما نیازمند به اجماع داخلی هستیم. حالا این اجماع رو چگونه ما بتانیم به وجود بیاریم و چگونه ما بتانیم مدیریت بکنیم؟ یکی از راه هایی که میتونه برای اجماع، برای گفتمان کمک بکنه ما شما را اینمی جرگه مشورتی صلح بود. ما تقریبا دیر است که عملا روی ازی کار کردیم، دوربر یک ماه به این طرف. نگرانی هایی که وجود داشت از جانب اندیشمندان، از جانب اساتید، از جانب نخبگان جامعه، از جانب مسئولین احزاب و اقتداد مردمان عوام که گویی که جرگه به نفع حکومت است، کمپاین حکومت است، ما این خوب بررسی کردیم. ریز و دروشش را حتی به رئیس محترم جمهور افغانستان هم ایره مطرح کردیم که نشود که گپای مردم یا انتظارات مردم که داره یا انتقادات را که داره، تشویش و نگرانی هایی که داره، یه خدای نخواسته تحقق پیدا نکنه. به مو خاطر خود رئیس جمهور هم به ما اطمینان داد که بعد از قبل از برگزاری جرگه خودشان تشریف آورده بودن در لوی جرگه مشورتی با اعضای کمیسیون جرگه امیر مطرح کردن که به هیچ صورت کمپاین انتخاباتی نخواهد بود. خوشبختانه در روز افتتاح جرگه هم امیر مطرح کردم. حالا ما نیاز به اجماع داخلی داریم. یکی از راه های اجماع داخلی امی جرگه مشورتی صلح است. حالا در فرصت های بعدی این را توضیح میتونم به شما که چطور مردم واقعا فکرشان تغییر کرد نسبت به روز اول و آل یا امروز دیروز. اما یک چیز دیگر که ما شما بحث هم کردیم رویش در صحبت های دیگه که شما اینجا آمدین، اوزی کلان سیاست در افغانستان متاسفانه در کنار رئیس جمهور نیست. وقتی شما دیدگاه مردم افغانستان را جمع آوری کردین، پس باید اوزی سیاست هم رئیس جمهور را همراهی میکردن و اونا موافق برگزاری این جرگه می بودن، حداقل شریک 50% رئیس جمهور در قدرت. امیر، پیشتر که با شما گفتم که یک مقدار نگرانی های وجود داشت، آن نگرانی های سازنده بود به خاطر منافع ملی، به خاطر ارزش هایی که در 17 سال ارزش های مثبت که ما به دست آوردیم. به این خاطر اتحاد بزرگان، شخصیت ها، حوزه سیاست فرموده شما که این نگرانی ها را داشتن. حالا این نگرانی های از اونا هم تقلیل پیدا کرده یک مقدار نسبت به روزهای اول، نسبت به قبل از برگزاری جرگه مشورتی صلح. یاد شما باشه که اینمین نخبه هایی که آمدن، اکثریت از اینا نخبگان جامعه ما شما که در جرگه مشورتی صلح شرکت کردن، اساتید پوهنتون و دانشگاه هست، جوانان بسیار ارزشمند و تحصیل کرده حضور دارن، زنها و خانمهای قشر تحصیل کرده حضور دارن، همونایی که امروز افغانستان چند سال پیش نیست، اینا رشد کردن. حتی از دورترین نقطه افغانستان کسایی که آمدن، شما دیدین دمی که دروز نظرات سازنده ای رکونا ابراز داشتن، خصوصا امروز گزارش دیگی که وجود داشت. به هیچ صورت از جانب حکومت افغانستان، از جانب حتی ماهایی که عضو کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح بودیم، هیچ نوع تلقین صورت نگرفته بود، هیچ نوع فشار فکری و سیاسی سر از اونا وجود نداشت. اونم گپ دلشون بود که در کمیته های 60 نفره و 70 نفره ایره مطرح کرده بودن، مشوره کرده بودن که امروز بروز دادن. حتی ما ایره بگفتیم که به صورت زنده و لایف پخش شده باید، تلویزیون ملی افغانستان کوچکترین کوتاهی نباید بکنه که مردم افغانستان باید بدانه و بفهمه، و انتظار داشتیم و داریم که در روز آخر که فردا هست، یک تعداد زیادی از نخبگان ما، یک تعداد شخصیت هایی که انتقادات سازنده داشتن، اینا هم شرکت بکنه. ولی یاد شما بوده باشه که در جرگه مشورتی صلح هم تعداد زیاد از نخبه ها و سیاست مدارا را ما فعلا داریم. آقای صدر، آیا رئیس جمهور غنی از کوتاهی در برابر بازیگران خارجی و داخلی رو آورد به جرگه؟
درود بر شما، بر بیننده های عزیز، به جناب کاظمی صاحب و دکتر صاحب پاکزاد. در مورد جرگه به مقدمتان عرض بکنم، اون چیزی که شما سوال اول پرسیدین از دکتر صاحب پاکزاد، جرگه در بستر تاریخی افغانستان یک برساخته اجتماعی سیاسی است، آنچنان که در ناسیونالیسم افغانی مطرح شده به عنوان یک راهکار میکانیزم که به عنوان میراث ملی بوده و همیشه وجود داشته، چون این چیز نیست. انجمن مجله کابل، انجمن ادبی کابل در زمان محمد هاشم خان و دوره اول ظاهرشاه به یک سری تولید ادبیات پرداختن که بر جرگه مشروعیت ملی خلق بکنن. جرگه کسانی که ادبیات در این مورد خواندن، خصوصا یک مقاله خیلی مشهور از طرف یک از دانشمندای کشور وجود داره به نام جمیل حنفی. جرگه ابزار بوده در طول قرن‌های افغانستان، حداقل دو قرن پسین، به عنوان ابزار مشروعیت دهنده سلطه و حاکمیت جناح حاکم در افغانستان. و بدون شک آن چیزی که اکنون هم جریان داره، اگر شما در مناسبات قدرت رو مطالعه بکنین، بدون شک در چنین چیز شما جرگه را خواهین یافت. جرگه اکنون از یک جانب نه مشروعیت تاریخی داره، آنچنان که ما مطرح کردم، نه مشروعیت حقوقی داره به خاطر از اینکه تصامیم جرگه مشورتی است، آنچنان که از نامش پیداست، و الزامیت حقوقی نداره، و نه تنهایی بلکه حتی مشروعیت سیاسی هم نداره، بنا به اینکه جناح مختلف نارضایتی خود به او ابراز کردن. حال با در نظر داشت مزیقی که حکومت بر سر اقتدار نسبت به فشارهایی که از جناح‌های مختلف به ویژه آن چیزی شما مشاره کردین، جامعه جهانی و به ویژه فعالیت های دکتر خلیلزاد قرار دادن، اینا خواستند که از جرگه به عنوان ابزار برای مقابله با روندی که دکتر خلیلزاد را آغاز کرده استفاده بکنن. خب اینا میخواستند که یک سری امو گفتگوهای بین الافغانی را تا اندازه به تاخیر مواجه بکنن، که اکنون هم ما شنیدیم که دفتر قطر قرار سفارت رو باز کنه و در پس پرده به دیبستانه که با قطر صورت گرفته ایست که اونا باید جرگه گفتگوهای بین الافغانی رو به تاخیر بندازن، در برابر از او دولت آماده است که با اونا اجازه بده که سفارت باید شده. اما برداشت شما چیست؟ حکومت افغانستان چرا حراس داره از به تاخیر از برگزاری گفتگوهای بین افغانی؟ آیا منافع خودش را در خطر می‌بینه در گفتگوی بین افغانی که شاید مثل مسکو جناح‌های سیاسی دیگه بیشتر سهیم باشند؟ خب متاسفانه حکومت از دو مشکل کلان رنج می‌بره. یک، ضعف کلان برنامه‌ای و مدیریتی از اوست که نتونسته رهبری اجماع منطقه‌ای را به عهده بگیره، رهبری اجماع داخلی را به عهده بگیره. در سطح منطقه شما میبینین که تمامی کشورها تا حد آجنده های متفاوت دارن و آنچه را که دولت افغانستان مطرح میکنن رو زیاد موافق نیستن. یک سری از این کشورها با دکتر صاحب خلیلزاد که رهبری مذاکرات را به عهده داره با او موافق هستن، یک سری هم مخالف با او هستن. در سطح داخلی هم پراگندگی خیلی گسترده وجود داشته، از او خاطر خیلی واضح است که حکومت با این ضعف مدیریتی که داشته متواصل به چنین برنامه شده است. آقای صدر، خروجی جرگه بر روایت رئیس جمهور غنی از صلح خواهد گذاشت؟ بسیار کوتاه. خب آن چیزی که من دنبال کردم امروز، جرگه چیز قابل لمس، چیز بسیار تازه را به خورد مردم و از آن آمه نداد. اکثر چیزهایی که در جرگه بحث شد چیزهای بسیار کلی، تجریدی و در صد کلیشه ها بودند. مثلا ما صلح میخواهیم، صلح یک امر خیر است، آتش بس میخواهیم، این چیزایی است که شما باید جرگه توقعی بود که بالای چگونگی مسائل باید بحث بکنه. مثلا با شما میایم آقای صدر، وقفه کوتاه میگیریم، دوباره زود برمیگردیم. دوباره خوش آمدید ادامه بس. آقای پاکزاد، بین این گونه از شما بپرسم، آیا برای امریکایی ها هنوز بازیگران داخلی و حکومت افغانستان مهم است یا طالبان که دور ششم گفتگوها را با اونا آغاز کردن؟ بله، ببینین هر پروسه سال از خود قانونمندی ها و قواعد داره.
و به خصوص پوریز سال در افغانستان که یکی از پیچیده ترین مذاکرات سال هست، به خاطر ایست که جنگ زیاد دوام کرده در کشور و بازیگران این جنگ متعدد و گوناگون شده. از این لحاظ است که ما در قدم اول بالاخره شاهد ازیش بودیم. بعد از 18 سال جنگ و بنبست در بخش نظامی که سرانجام هم طالبا و هم امریکایا سرانجام هوشیاری به خرج دادن، اینا تشخیص دادن که در واقعیت جنگ در افغانستان میان طالبان از یک طرف و امریکا از طرف دیگر است. از این لحاظ است که مذاکرات سال در قطر با دوزدن دولت افغانستان و حکومت افغانستان بین این دو طرف آغاز میشه. این امر کاملا مثبت بود. ببینیم تا زمانی که طرف های اصلی و واقعی جنگ با هم به توافق نرسند، به هیچ وجه امکان یک صلح پایدار ممکن نیست. خب امروز ما هنوز منتظر هستیم که نتایج قطعی مذاکرات بین امریکا و طالبان را ببینیم، ولی طبق اسناد و مواردی که در اختیار داریم این کاملا می دانیم که اجندای مذاکرات از اینا روی چهار مسئله یا موضوع می چرخد. اساس ترین موضوع برای طالبان عبارت است ایجاد یک جدول زمانی خروج نیروهای امریکایی، و برای امریکا برعکس مسئله اساسی بر از است که بعد از خروج نظامی از افغانستان چگونه امریکا حضور خود در افغانستان تأمین میکنه، و به خاطر این امر امریکا یک فرمول را روی طالبان قبولانده. او عبارت از است که طالبان تضمین میکنند که از خاک افغانستان هیچ خطر علیه امریکا و یا متحدین امریکا در آینده وجود نخواهد داشت، و در عین حال اینا امریکایی ها هم گفتن که خروج نظامی ما از افغانستان به معنی پایان یافتن حضور ما از افغانستان نیست. خب این واقعیت بسیار اساسی است که باید افغان ها بدانند، به این معنی که من معتقد هستم، ممکن دوستان دیگر نظرات دیگری داشته باشند، من معتقد هستم که امریکا سرانجام به این عقیده رسید که ما در افغانستان در برابر یک حکومت یا یک دولت ناکارآمد قرار داریم، دولتی که نه از درون خود انسجام و وحدت داره، نه از مشروعیت بر خود راست، و بخصوص قانونیت نداره. حکومت وحدت ملی حکومتی است که مخالفت با قانون اساسی افغانستان به وجود آمده. خب در این مورد زیاد نمیپیچم، ولی خب امریکا یا بلاخره به این عقیده رسیدن که ممکن است ما در افغانستان حضور خود بعد از این با طالبان ادامه بدهیم. یعنی به این معنی که خب افغان هایی رو باید بدانند که طالبان هر چی باشه باز هم بدتر از محمد بن سلمان و رژیم وهابی نیستند. اینجا سوال است آقای پاکزاد، دو تا مورد. اول این که شما گفتید با طالبان ادامه بتن، با طالبان چگونه یک حکومت باید ادامه داده شود؟ این یک سوال بسیار اساسی است برای آینده افغانستان. و مورد دیگر که حکومت وحدت ملی را گفتید که امریکایی ها میدانند که یک حکومت غیر قانونی است، ولی امریکایی ها پای امین حکومت امضا نکردن مگر پای موافقت نامش. بله، امریکایی ها بسیار اشتباهات بزرگ خطی داره در افغانستان مرتکب شدن و خودشان میدانن. خب ببینید، وقتی من فکر میکنم بیشتر آقای کاظمی صحبت از اجماع داخلی کردن، و این روی جریگی که در کابل جریان داره این مظهر اجماع داخلی دانستن. ببینید اگر هم ما در یک مرحله، یعنی مرحله چهارم در آجاندای سال بین امریکا و طالبان، مسئله گفتگوی بین الافغانی که خود این فرمول به جای گفتگوی طالبان یا شورشیان با حکومت افغانستان گذاشته شده، یعنی به این معنی که امریکا این مسئله را باز گذاشته که گفتگوی بین افغانی حتمی نیست که بین حکومت افغانستان و طالبان صورت بپذیره. این گفتگوی بین افغانی ممکن اشکال دیگری داشته باشه که دوستان در مورد از این بحث خواهند کرد، ولی این موضوع چهارم است. یعنی بعد از توافق بین دو مسئله اساسی مذاکرات که عبارت
خروج نیروهای آمریکایی و تضمین طالبان مسئله است. در اون زمان است که ما مسئله آتش‌بس می‌رسیم، یعنی تا زمانی که بین طالبان و آمریکا توافق صورت نپذیره امکان آتش‌بس در افغانستان وجود نخواهد داشت و فقط آتش‌بس است که امکان مذاکرات بین الافغانی را تهیه خواهد گرفت. ولی اجتماعی داخلی چی معنی می‌ده؟ ببینید، در دو طرف مذاکره زمانی که یک طرف در حالت ضعف قرار دارد، مذاکرات سیاسی است، مذاکرات سالی یک مذاکرات سیاسی است. حکومت افغانستان که یک حکومت کاملا ضعیف است، انسجام نداره، وحدت نداره. در همین دو جرگه دوستان اشاره کردند که حتی به استثنای آقای سیاف هیچ رهبر جهادی، هیچ گروه سیاسی مهم افغانستان در او شرکت نداشتند. افتاد خود شما اشاره کردین که 50% حکومت افغانستان در این حتی اشتراک نداشت. به این حال است که ما برای آقای کاظمی تبریک میدونم که یک ماه خوب کار کردند تا اینو برگزار کردند، ولی اجماع داخلی نیست. حکومت ضعیف افغانستان چی وقت میتواند فردا باعث بخش از این مذاکرات بین الافغانی یک نقش بازی کنه؟ وقتی میتونه بکنه که واقعا برای تناسب قوا را تا حدی به وجود بیاره. چی بوده میتونه این تناسب قوا را ممنون آقای پاکزاد. اجازه بتونم این مورد من از آقای کاظمی بپرسم؟ آقای کاظمی نه دو دقیقه من میرم تمام کنم، به اجازه من ببینید، دولت افغانستان در بخش نظامی نمیتونه که بر طالبان چیره شود، فقط این میتونه در بخش سیاسی ابتکاراتی بگیره که این بایستی یک نماینده با قدرت بخش از مردم به افغانستان که بر ضد طالبان هستن ظاهر شود. این وقتی میشه واقعا اجماع ملی صورت بپذیره. اجماع ملی مجموعی از تمام نیروها، احزاب، سازمان ها، شخصیت های سیاسی، فرهنگی، چی داخل، چی خارج افغانستان، ایست که میتونه برای دولت فردا یا امین حکومت کنونی یک نوع مشروعیت ببخشه و یک نوع قدرت ببخشه. این چون ما در متاسفانه در برابر از این پروسه قرار نداریم، روی جورگی که امروز در افغانستان به وجود آمده، این فقط به خاطر است که آقای غنی میخواد وقت کمایی بکنه و در عین حال پروسه صلح حتی به شکست منجر بسازه. ممنون آقای کاظمی. بین این گونه بپرسم، اعلان آتش بس دو جانبه، زمان بندی بیرون شدن مسئولانه نیروهای خارجی، این موارد است که در گذشته در بحث صلح بسیار داغ بوده، حتی در مذاکرات آمریکایی ها و در مذاکرات سیاسون. چی چیز نو همطور که آقای صدر بهش اشاره کردن از جرگه بیرون میاد؟ تنها یک موضوعی را که حداقل برای ما به عنوان یک خبرنگار نو بود که لغو شورای عالی صلح را خواستن اعضای جرگه در بعضی کمیته ها. چیز نوی که از جرگه بیرون میشه چی است؟ بگذارین که آزادانه میخوایم بحث بکنیم از آدرس نماینده مردم افغانستان. لوی جرگه سر جاش میمونه. لوی جرگه نه، چون آقای پاکزاد نام مرا گرفت، ما در پارلمان اصول پارلمانی داریم، کسی را که نامش گرفت باید از خود دفاع بکنه. ما متاسف هستم از دیگه که صدای خود ما میکشیم از بیرون، از اروپا، از آمریکا، از داخل افغانستان، از گوشه و کنار. عمدتا دوستان ما، عزیزان ما یاد گرفتن که از اونجا یک صدا را بلند بکنن، باز خودشان در آرامش خاطر سپری بکنن، روزگار خود تیر بکنن، در داخل افغانستان هر چی که میگذره بلایشان در پسش. ولی یک چیزی که میخوایم خدمت شما به صورت جدی عرض بکنم ایست که بیاین ما شما واقع نگر بوده باشیم. در داخل افغانستان آقای پاکزاد از اونجا صدا بکنه، من برم از داخل افغانستان صدا بکنم، به خاطر چی؟ به خاطر منافع حزبم، به خاطر منافع قومم، به خاطر از اینکه منافع خودم را در جنگ میبینم، منافع خودم بر تشنج میبینم. چرا؟ به خاطر از اینکه شهرکم خراب نشه و دستم نرو، بلند منزلم از دست نرو. یا مثلا یک تعداد دوستانی که در بیرون از افغانستان هستن اما تذکره یا پاسپورتشون گرفته نشوه، باز خارجی ها برشون نگوید که صلح آمد شما در افغانستان برگردین. اصلا دل ما نیست که افغانستان بیایم، اصلا دل ما نیست که افغانستان رو جور بکنیم. ما میخوایم که به عنوان یک شهروند، به عنوان نماینده مردم افغانستان خدمت شما را عرض بکنم. بیاین از یک جای شروع بکنیم. ما حالا من نه جای تبریکی هم نیست که بر گوش کن، گوش کن جای تبریکی هم گوش کن، گوش کن. ما چی میگم؟ تو تایید کنه آیا اینجا آغاز کار است؟ ما چی میگم به شما؟ یا از یک نقطه باید شروع شوه که حداقل یک اجماع، برای اجماع کمک میکنه. اینمی جرگه ها، اینمی نشست ها برای اجماع کمک میکنه.
ما فکر میکنم که در جرگه مشورتی صلح همانطور که از نامش پیداست به هیچ صورت کمپاین حکومتی و کمپاین دولت و کمپاین رئیس جمهوری افغانستان نبود. ولی چیزی که شما گفتین کمک کننده برای ریاست جمهوری و برای پیشبرد حکومت و پیشبرد دولت و یکا پاش نیست. امروز هم معلوم شد، دیروز هم معلوم شد. باور بکنین که امروزهای اول یک تا وکیل سیبا از ولایات مختلف افغانستان آمده بودم نگرانی خود با ما میگفتن. میگفتن ما که تو را میشناستم، برادرت را میشناختم، شهید کاظمی را آشنا بودم کدش. امین اصلی گپ چی است؟ ما سر توی اعتماد دارم. من میگفتم آقا شما آرام بود باشین. هیچ گپ نیست. اگر کدام گپ می بود من دیگه نمی آمدم. گفته آقای پاکزاد ما یک ما کار نمیکردم دیگه. تلاش خود انجام نمیدم. حالا اونم آدم ها را که میبینیم 180 درجه نظرش تغییر کرده. واقعا اینجا کمپاین نبوده. او آدم میگه. واقعا اینجا به نفع حکومت افغانستان کدام گپی نبوده. یک چیزی که میخوام خدمت شما ایره بگم که رئیس جمهور افغانستان ایره خودش گفت که بعد از جرگه فیصله هایی که صورت میگیره با شما اعضای کمیسیون یک جای امیر کار ما دنبال میکنیم پیش میبریم تا رسیدن به هدف نهایی که اونمو صلح هست اونمو پیش بردن. این نیست که جرگه یک سنگ محکم را بگذاره پیش روی سیاست مدارایی که نامدن در جرگه مشورتی صلح. به هیچ صورت اونطوری نیست. ما دعوت میکنیم از اینا. این ما خوب نیست که با شما بگویم. حالا خوب مجبور کرد آقای پاکزاد که ما بگویم. یک تا دوستان ما، عزیزان ما، حتی نزدیکترین افرادش در جرگه مشورتی صلح آمده. اونا روزای اول نگران بودن. حالا بسیار آرام شدن اونا. روز اول کمک سرصدا و گپام ایجاد شد روز اول یاد شما بوده باشه. اما آدم ها پس دوباره آرامش خاطر پیدا کردن. این ما را بسیار کمک میکنه در جهت آوردن آرامش، همدیگر پذیری و کمک کردن به همدیگر و بالاخره رسیدن به هدف صلح و نمو آرامش و ثبات. اینجا یک باریکی وجود داره آقای کاظمی، این را هم روشن بسازین. هرچند ما پیش از جرگه که با شما صحبت کردم گفتین با سیاسون دیدار کردین که اونا را معتقد بسازین به جرگه بین. دلیل اصلی آیا تمام این سیاسونی که مخالفت کردن با برگزاری جرگه یا جرگه را تحریم کردن اینا همشان دیدگاهشان همی بود که جرگه به نتیجه نمیرسه یا اینکه ملاحظات دیگه شخصی وجود داشت که اینا نامدن به جرگه؟ اینا ملاحظات سازنده خود داشتن. ما واقعتش بازم اونا رو بازم تاکید میکنم اونا از جمله بزرگا هست، از جمله شخصیت ها هست اینا، ولی نگرانی خود داشتن در روزهای اول. همین نگرانی که پیشتر با شما تشریح چرا نتونستن همین نگرانی ها رو رفع بکنیم پیش از جرگه؟ شما خود یک تیم کلان بودین. واقعتش یعنی خودم شخصا رفتم خدمتشون. ما بهشون گفتم، گفتم که شما ما رو میشناسین، ما خود ما جمله پالیسی سازای نظامی جرگه بودیم و هستیم. ما گفتم ما تصمیم گیر هستیم، یعنی کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح. درست است که رئیس جمهور افغانستان با ما صلاحیت داده یا فرمان داده که یک تا افراد معرفی کرده، ولی اینا استقلال فکری دارن، خودشان تصمیم گیر هستن. پس اونا را گفتیم، صحبت کردیم، ولی بازم اونا نگرانی خود داشتن. امیدوار هستم که نگرانیشان مرتفع شده باشه. آقای صدر، اما نگاه امریکایی ها از بیرون به افغانستان بسیار مهم است. و هم در این مقطعی که مذاکرات دور ششمشان را آغاز کردن، همونطور که با آقای پاکزاد گفتم، امریکایی ها واقعا به جرگه به دید مثبت می نگرن. یک تحلیل پیش از برگزاری جرگه همین بود که حتی امریکایی ها از شریک 50% قدرت خواستن که تو جرگه را تحریم کو. امریکایی ها واقعا همونطور که آقای پاکزاد میگه حکومت با طالبان را میخواین؟ خب بدون شک آمریکایی‌ها نگرانی جدی از برگزاری جرگه داشتن. نگرانی از اونایی بود که رژیم جمهوری اشرف غنی با استفاده از جرگه بتانه که توپ را در میدان آمریکایی‌ها بندازه و یک سری تصامیم اتخاذ شود در جرگه که اونا ملامت کننده اقدامات اخیر آمریکایی‌ها باشند. از او خاطر فشار اکثر عدازمی را امریکایی ها وارد کردن به این مموری بریزی که اگر بتانن گفتگاه بین الافغانی را پیش از جرگه برگزار بکنن که نشد و در این زمان طرفین مختلف ترغیب کردن ای که باید با جرگه تحریم بکنن. اما مهمترین مسئله ایست که آن چیزی که شما قبلا هم مطرح کردن ایست که آجندای جرگه چقدر با ختمش و طرز دید حکومت همسو بوده است. آن چیزی که در جرگه امروز بحث شد به نظر من میتونیم در سه دسته او را دسته بندی بکنیم. یک سری خواستا همونطور قبلا هم مطرح کردم، خواستای بسیار کلی
انتزاعی، عام و تجویزی و اخلاقی بود. مثلا صلح امر اخلاقی است، صلح امر اسلامی است، ما باید صلح بکنیم. متاسفانه چون این دیدگاه های را همه میدانند و اینا ما را این گونه بپرسم، برفرض اگر شما در جرگه می بودین، انتظار داشتین از شما به عنوان یک شهروند افغانستان چی پرسیده میشد؟ خب اجازه بدید من میره تکمیل کنم براتون میام بارا. یک سری خواستای کاتگوری دوم خواستای متناقض بودن. مثلا به کرات شنیده شد که بعضی کمیته ها آمدن در عین زمان که از حقوق بشر و حقوق زن حرف زدن، در عین زمان خواهان تطبیق حدود و قصاص شدن. اینا این دو امر کاملا در تضاد با یک دیگر. شما چگونه به حقوق بشر را با او ارزش هایی که وجود داره با حدود و قصاص جمع میتونین شه؟ خواستای سوم به نظر من یک سری خواستای بود که تکرار خطابه که طالبا در نشست مسکو داشتن، مثلا آزادی زندانیان طالبا، آتش بس به نفع طالبا، نمیدانم که خارج کردن فهرست از نامهای طالبا از فهرست سیاه. این تمام چیزهایی است که اگر شما به سخنرانی طالبا در نشست مسکو دیدید عین این چیزها هستند. ما دیدگاه انتقادی از جرگه معطوف به طالبا نشنیدم متاسفانه. از او خاطر آنچنان که من چیزی که شنیدم این است که دولت افغانستان تصمیم داره که در اول ماه رمضان آتش بس را یک جانبه اعلان بکنه که بدون شک طالبان او را رعایت نخواهد کردن. یک واضح است که وقتی که حکومت چنین خواست را میکنه، یعنی جرگه را به می سمت هدایت کرده بودن مستقیم و غیر مستقیم. و دومی که حکومت میخواهد که یک سری نامهای طالبان را مشروط به اینکه آماده شوند با گفتگوهای بین الافغانی و حکومت بنشینند از فهرست سیاسی سازمان ملل متحد هم بردارند. و دومین نکته هم است که متاسفانه من از جای دیگه هم شنیدم، یک بود که آقای وحید عمر که من برش احترام دارم شخصا، اونا کسی بودن که قطعنامه را امروز در اخیر روز دیدن و مرور کردن. خب اگر قرار باشه جرگه استقلالیت خود داشته باشه، جرگه یک نهاد حکومتی نبوده باشه، تصامیمشان باید در استقلالیت کامل میگرفتن، چرا مشاور امور روابط عامه و استراتژیک رئیس جمهور باید که قطعنامه را آخر بار مرور بکنه و شاید نظر بده؟ به او خاطر مواردی که در جرگه بحث شد و در این زمان کار کرد میکانیزمی که برش وجود داره خیلی سوال برانگیز است. حال اگر قرار می بود که من می بودم چی چیزایی باید بحث میکنم، به نظر من از بیشتر از آن چیز سه مورد که من اشاره کردم مهمی بود که باید جرگه با یک سری راهکارها، میکانیزم‌ها و نقشه راه بر ما میامد و میگفتن که چگونه ما قرار است آتش بس انجام بدیم. خب آتش بس میخوایم، یک امر واضح است، اما چگونگی اجرای از او خیلی مهم است. اگر قرار باشه که گفتگوهای بین الافغانی شروع شود، میکانیزم راهکار از او چی است؟ چگونه باید مثلا شما بر جامعه مدنی در گفتگوهای بین افغانی چی نقش را پیشنهاد میکنین؟ آیا جامعه مدنی باید به عنوان یک ناظر باشه، جزء از هیئت گفتگو کننده باشه یا غیر از او؟ باید چیزهای بسیار مشخص، معقول و عملی را جرگه بالای از او بحث میکرد و پیشنهاد عملی باید مطرح میشد. آقای پاکزاد، بیاین این گونه بپرسم، شما حتما امروز میدانین که رسانه های پاکستانی گزارش را منتشر کردند که ترکیب هیئت گفتگو کننده طالبان در قطر تغییر می کند. در یک موقعیتی که دور ششم مذاکرات در قطر آغاز می شه، این تصمیم چرا در قطر فکر می کنین گرفته شده و اساسا کسانی که اونجا از طالبان نمایندگی می کردن نتونستن خوب پیش برن با امریکایی ها؟ ببینید، من متاسفانه کارشناس درونی طالبانیستم، به طور بسیار خاص در این مورد نمیتونم نظر کارشناسی بتام، ولی تا ماهای اخیر دیدیم که آنچه که واقعا مذاکرات بین طالبان و امریکا را ممکن ساخت یا تسهیل نبود، نقش عمران خان یا نقش دولت پاکستان است. ما باید به این موضوع کم بها بدیم. بعد از به قدرت رسیدن عمران خان، ما تحولات و تغییرات فاحش را در سیاست پاکستان در مورد افغانستان و به خصوص در مورد همین موضوع که عبارت از راضی نبودن طالبان، با فشار آوردن روی طالبان که اینا با آمریکا وارد مذاکره شوند، اینا نقش داشتند. البته این بسیار وسیع خواهد بود که دوری از این صحبت بکنیم
که نقش عربستان و سعودی در مورد راضی نمودن پاکستان در حالی که پاکستان در یک بحران‌های بسیار شدید اقتصادی قرار دارد و عربستان و سعودی یکی از تمویل کنندگان مهم از این شده و غیره، از اینا مگذریم. ولی آنچه که مهم است که پاکستان، من فکر میکنم که برعکس دوره‌های قبلی حالا پاکستان میخواهد که در افغانستان صلح به وجود بیاید. ولی کدام صلح؟ ببینید، ما یک موقعیت در افغانستان قرار داریم که افغانستان از سالها به این طرف، از 40 سال به این طرف در آتش میسوزه و فردا من فکر میکنم فردا اگر ما متوجه نشیم و تمام نگاه های خود به مسائل بسیار جزئی و فرعی ماننده که ما روی جرگه تشکیل داده ایم و از دهات و رسوالی های دوردست مردم های بیچاره زحمت داده ایم تا اینجا بیاین و صحبت کنن و از این در و از این در سخن بگوین و متناقض صحبت کنن، نه، اینا مسائل فرعی است. مسئله اساسی این نیست که در افغانستان ما شاهد بردرمی ماها و ممکن یکی دو سال اخیر شاهد تحولات بزرگی خواهیم بود که اوضاع افغانستان را به مراتب بدتر خواهد ساخت. یعنی چی؟ یعنی اینکه من معتقد هستم که طالبان از لحاظ ایدئولوژی کدام تغییر فاحشه نکردند. اینا همون طالبان سابقه هستند. ولی خب امروز اینا در جریان جنگ های 20 سال اخیر و با کمک پاکستان و کارشناسان مختلف عربی و غیره، اینا با سیاست آشنا شدن، اینا دیپلماسی را یاد گرفتن، اینا از اوضاع منطقه و خصوص از ظهور داعش در منطقه سود میبرن و یک نوع دینامیک را در منطقه ایجاد کردن که حتی امروز این از در رابطه با کشورهای مانند روسیه، چین، ایران، اندونزیا و غیره از دولت افغانستان هم جلوتر است. از این حاضر است که من فکر میکنم که ترس من این است، ترس من این است بایستی یک روشنفکر لایک سکولار که به حقوق بشر و به اومانیزم اعتقاد داره، من معتقد هستم که افغانستان متاسفانه در آستانه خطرات به مراتب مهمتر قرار داره و ای باعث است که ما چگونه جلوگیری کنیم که طالبان به طوری همگون قدرت رو در دست نگیرند. از این خواهد است که پیشتر من صحبت کردم که دولت ضعیف و ناکار آمدی کنونی افغانستان میتونه با یک اجماع ملی که یعنی از کادر یک اشرف غنی و ارگ بیرون شوند، یعنی که تمام نیروهای زنده افغانستان، نیروهای سیاسی، مدنی، فرهنگی، شخصیت ها و غیره همه را در یک اجماع ملی، نه کنگره و لوی جرگه ساختگی، اینا جمع آوری کنن تا اینا یک مشروعیت سیاسی ببخشن به یک نظامی که این نظام روی کاغذ خوب است ولی عملا هیچ چیزی از دست برآمده این نیست. من فکر میکنم مسئله اساسی در افغانستان پیشروی ما این نمیست که چی بودن نیروهای گوناگون از این مسائل جواری متفرقه و کوچک اینا بگذرن به مسائل اساسی افغانستان بیندیشن. از این لحاظ است که من از ماهاست و خیلی مسائل ها به این طرف و خصوص از 4 سال به این طرف روی مسئله اجماع ملی، اجماع واقعا ملی که فراگیر باشه، که قومی نباشه، که تمام نیروهای سیاسی و سیاسی افغانستان از هر قوم و از گروه و مذهبی که باشه یه در بر بگیره، این میتونه یک دینامیک را ایجاد کنه. آقای پاکزاد، اما یک چیز سوال است، طالبان تا حدی بگیره. آقای پاکزاد، یک چیز اینجا سوال است که آمریکایی‌ها وقتی برآمدن دنبال صلح در افغانستان و مذاکراتشان هم با طالبان آغاز کردن، بدون شک اساسیت های داخلی در افغانستان را امریکایی هم درک میکنن، اونا چرا در پای حلش نیستن با توجه به روابطی که حداقل با جریان های مختلف سیاسی در افغانستان دارن؟ ببین، دولت مردان افغانستان مردم فریب دادن، گفتن خود امریکا هم مردم فریب دادن، گفتن ما آمدیم که از حقوق بشر و حقوق زن دفاع کنیم. به هیچ وجه چون این چیزی وجود نداشته. امریکا در افغانستان آمده بود به خاطر منافع خود، به خاطر منافع ژئوپلیتیک خود در افغانستان آمده بود. حالا که با طالبان مذاکره میکنه، این به خاطر عزیز که چیگونه بار جنگ از دوش خود برداره و در عین حال در افغانستان وجود داشته باشه. بعد از ختم پایان دور پنجم مذاکرات، آقای خلیزاد در واشنگتن در کنفرانس مطبوعاتی خود با وضاحت ابراز کرد، بسیار کوتاه، فرصت هم نکرد، مسئله خود افغان هاست،
به این داده است که ما هیچ امیدی به امریکا نباید داشته باشیم. ممنونتان آقای پاکزاد. آقای کاظمی، بیاین با عنوان، همونطور که شما گفتین، به عنوان یک نماینده مردم، هنوز هم ما در اجماع، هرچند شما باورتان این بود که جرگه میتونه یک بخش باشه برای اجماع، ولی در اجماع داخلی ناکام بودید. راهکاری که میتونه اجماع داخلی درست در افغانستان ایجاد بکنه چی است؟ ما فکر میکنم که خود امی جرگه مشورتی سول میتونه به عنوان یک سنگ بنا بوده باشه. فعلا مشکلی که ما افغانها داریم، نظرهای متفاوت رو مطرح میکنیم. روشن فکر ما، سیاست مدار ما، چیز فهم ما. آره، مثلا خودیم که یک چند وقت، یک چهار روز که تحصیل کردیم، باز و باز تلاش میکنم که من فکر خود القا بکنم. این خوب، این امکان نداره. این جرگه مشورتی صلح یکی از امتیازاتش اینمی است که ما باید، چون از مرکز نشد، ما باید از ولسوالی ها و از ولایات نظرات مردم نباید ما توهین بکنیم. این شخصیت ها رو نباید توهین بکنیم که اینا آمیانه گپ میزنه، اینا گپای تکراری گفته، اینا مردم ماست. اگر غریب است، اگر بیچاره است، اگر مظلوم است، اگر خانواده شهید است، خانواده قربانی است، اگر زخمی است، مجروح است، همون آدمی که امروز گریه میکرد، خودش که زخمی بود، همون رو ما نباید توهین بکنیم. پس بنابراین ما باید نظرات از اونا رو جمع کردگی، پیشتر با شما گفتم که او طرفدار اونمو شخصیتی است که خودش خار کرده نامده است، چی به اصطلاح در جرگه نامده، ولی او میتونه تلقین بکنه، او رو بفهمانه که آدم از برای خدا، اگر تو نسل نمیخوای، اگر تو آرامش نمیخوای، اگر تو ثبات نمیخوای، ما به عنوان طرفدار تو میخوایم. او گپ از رو باز میگیره، اگر مجاهد است، تکنوکرات است، خلقی است، پرچمی است، هر کسی که است، او از گپ از رو میشه. امیدواری ما به اینمی است، امیدواری ما به اینمی است که دوستانی که دعوت شده، شخصیت هایی که دعوت شده از ولایات مختلف، اینا اونمو کلانای خدا، اونم بزرگای خدا، مسئولین احزاب سیاسی را بگه ما خبر دارم که اون کارتای حزب سیاسی در جیب اون نظم آدم هاست که همی آمده، ولی رهبرش نامده. ما انتظار ما اینمی است که او آدم کلان خدا باید بفهمونه که اگر تو چی نیستی، انتظار صلح و آرامش نداری، ما به عنوان یک طرفدار تو بس است دیگه. ما نمیخوایم از یک خانواده سه نفر، چهار نفر، مثلا از ما دو تا برادرم شهید شده، از یک خانواده چهار پنج نفر شهید شده. روز قندار مصاحبه یک چی رو شنیدین شما دیگه که از دمی چند سال گذشته 17 نفر از یک خانواده شهید شده، از بین رفته، ولی اونمو آدم آمده در جرگه مشورتی صلح یا اقاربش آمده خواستار آرامش صلح هست. پس بنابراین یک از فواید اینمی جرگه اینمی است که او آدم میتونه که کلان خود، رهبر خود متقاعد بسازه که آیست آیست ما همی سنگ بنای گفتمانه بگذاریم. یک اپی میتونه بوده باشه که یک اجماع داخلی کم کم شکل بگیره. حالا مثلا بسیاری وقتا امیال پول ما رو خارجی آمد، دوستان بین المللی که ما تشکری میکنیم به عنوان یک شهروند از دوستان بین المللی، ولی تا کی دست ما بوده راز باشه به طرف بیرونیا، نظرات متفاوت و مختلف رو ما ایجاد بکنیم، ولی اونمو دوست آمریکایی، اروپایی، کشور همسایه، افغانستان، پاکستانی، ایرانی، هر کسی که است بگه که شما جلو نمیاین، ما چیکار بکنیم؟ امی پول ما خود تا آخر و قدر پول اضافه ما نداریم، پول تاکسی شهروندای خدا به شما بتیم. پس بنابراین ما باید به طرف گشما حرکت بکنیم. اما آقای کاظمی، ایران میدونین که دی زیاد از شهروندان انتقاد بکنن از این پول اضافه که در جرگه مصرف شده؟ ایران من میدانم، ایران من میدانم، به خاطر بود که ما در کمیته تدارکات که ارتباط به خود ارگ ریاست جمهوری داره، مسئولیتش اونا بوده دارن، خرج و مصرف گپاره اونا دارن، ولی به او اندازه که چی شده، به او اندازه که در رسانه ها پیچیده، او را در آخر وقت باز اونم کمیته اختصاصی وظیفه داره که تا یک کنفرانس مطبوعاتی هر رقمی کشه مصاحبه بکنه و شهروندا ابلاغ بکنه که چقدر مصارف و گپای صورت گرفت. ولی ما در مجموع این را میخوایم خدمت شما بگویم که ما انتظار یک نتیجه مطلوب هستیم که دست ما بیه. این سرخط بوده باشه برای آوردن یک گجماد داخل افغانستان، برای گفتگوهای صلح در داخل افغانستان و برای مذاکره بیشتر که یک از آجندای مهم و اصلی نمی است که ما چطور مذاکره خود با گروه تحریک اسلامی طالبا پیش ببریم، ما چطور ارزش های مثبتی را که با در گذشته، در 17 سال گذشته به دست آوردیم، چطور امیر حفظ بکنیم، مثل جمهوری اسلامی افغانستان، قانون اساسی که خوشبختانه نمایندای مردم در لوی جرگه این طرفدار زمی است که ارزش ها باید حفظ شود. ولی ما بازم تاکید میکنم که ما باید به طرف گجما حرکت بکنیم،
ما باید به طرف خود کفایی حرکت بکنیم، ما باید به طرف از یه حرکت بکنیم که افغانستان و باثبات و پیشرفته و مترقی را تحویل نسل های بعدی خود بدیم. آقای صدر، با این تحلیل موافق هستین که حکومت افغانستان ارزش های 18 سال گذشته و یک توافق صلح ناپایدار را حداقل دستاویز خودش ساخته و ازش استفاده میکنه و امریکایی هم همونطور که آقای پاکزاد میگه ارزش های 18 سال گذشته در افغانستان هرچند هم نیم بند و ابتدایی است بسیار برش مهم نیست و برای امریکایی این مهم است که باید منافع خودش را تأمین بکنه. خب بدون شک بر هر دو طرف قضیه هم دولت افغانستان و هم ایالات متحده آمریکا آنچنان که از مصاحبه های اخیر زلمه خلیلزاد هم واضح است، ارزش های 18 سال پسین خیلی سنگبنای اصلی و خط سرخ واضح نیست. مصاحبه اخیر خلیلزاد نشان داد که در بسیاری از مسائل ارزش ها او اشاره کرد که باید تعدیل وجود داشته باشه و آماده از این باشیم که بعضی چیزا را قربانی بکنیم. به او خاطر به نظر من ما هنوز هم یک درک واضح و صریح از این مسئله نداریم که بسیاری از ارزش‌هایی را که ما عنوان میکنیم و ارزش ها چی هستن و ارزش ها را معیارهایشان چگونه هستن و میکانیزم که قرار است ما اونا را حفظ بکنیم چی است. من همون قسم قبلا هم اشاره کردم، هیچ ممکن نیست که شما حدود و قصاص را با برابری جنسیتی یا مسائل حقوق بشر جمع بکنیم. از او خاطر ما باید وضاحت در این مورد ایجاد بکنیم. حتی مسئله جمهوریت را بسیاری از کسایی که ایره در ما بارها دیدیم، بسیاری از کسایی که حتی دموکرات هستن در نهادهای مختلف مراکز تحقیقاتی یا رسانه ها کار میکنن و مسئله جمهوریت عنوان میکنن، اما وقتی که شما در ذات و کرکتر شخصیش و طرز و برخوردش با نهادهای خودشان میبینین، چی حزب است، چی مرکز تحقیقاتی است و چی نهادهای دیگه است، اونا نه با ارزش های دموکراتیک سازگاری دارن مثل آزادی و برابری، نه با ارزش های دیگری که او مستلزم یک جمهوریت است. پس ما یک جامعه کاملا متناقض هستیم. مثلا یکی از گفته های دیگه که امروز در جرگه عنوان شدی بود که گروه های غیر مسئول باید خل و صلاح شوند و کسانی که در جنگ ها دست داشتن اونا باید که جزء از مذاکرات نباشن. اما سوال اساسی است که آقای سیاف که خود گروه غیر مسلح داره و وزیر قبلی امور داخله یک لیست را که بیرون دادن، یک سری از او افراد وابسته به آقای سیاف بود، شما چگونه ممکن است که آقای سیاف را صاحب گفته در بالا سر جرگه بشانین و در عین زمان خواست را داشته باشین که با خود امو محتوای جرگه شما در تضاد است؟ از او خاطر ما لازم است که یک کم صداقت به خرج بتیم با اصول که عنوان میکنیم، با ارزشی که بیان میکنیم، او را در سطح فردی به پیش خود حل بکنیم، به باور برسیم، بعد صادقانه به او برخورد بکنیم. ممنون حضور شما مهمانا در استودیو، ممنون شما دکتر پاکزاد از فرانسه که با ما وصل بودین و ممنون شما بیننده ها که این برنامه صلح را صمیمانه دنبال کردین. وقتتان خوش، خدا نگهدار.